خب این تخم مرغ اول صبح و اینم گوجه که بچه گوجه رو خریدیم، ولی گوجه محلیه. اینم که خیار باغچه‌س و مامان سیب زمینی سرخ کرده، من اینو بردارم بدوزدم بخورم. بعد اینم که زیتونه و این فلفلارم، اینا مامان این مدلی سرخ کرده گذاشته سر سفره. میخوام صبونمو با این چیزا شروع کنم و بخورم. اینم که کره محلی و پنیر و این چیزاست. بفرمایید صبونه محلی، بفرمایید. سلام، من ایشا مدبر هستم. به کانال من که همون کانال خودتونه خیلی خیلی خوش اومدید. ببین چه اتفاقی افتاده، باد شدیدیه که داره میوزه و من اومدم اینجا نشستم که از این باده اینجوری استفاده کنم. یعنی ولی خب این خاکایی که رو زمینه رو هی میبره هوا دیگه، یه ذره گرد و خاک ایجاد میکنه، ولی خب خیلی باحاله به نظرم. ببینیم میخوایم امروز چیکار کنیم. امروز مامان میخواد برامون دلمه فلفل دلمه‌ای درست کنه به روش ترکا. بعد با توجه به اینکه دیروز که رفته بودیم بازار فلفل دلمه‌ای های باغچه‌ای خوشمزه خرید کوچولو کوچولو، که اونا رو امروز دلمه درست کنه و به شما یاد بده. پیشنهاد خودش بودا، اومد گفتش که نیوشا فردا میخوام فلفل دلمه‌ای، تو دوست داری؟ گفتم آره. بعد گفتش که فردا میخوام دلمه فلفل دلمه‌ای درست کنم، بعد ویدیو بگی برای یوتیوبت مثلا بچه ها ببینن و اینا، که مثلا ترک ها چجوری فلفل دلمه ای رو دلمه میکنن. گفتم اوکی، چی از این بهتر؟ یعنی بهتر از این اتفاق دیگه ای نمیتونست باشه. امروز براتون دستپخت مامان پز داریم دوباره و روش تهیه فلفل دلمه ای دلمه فلفل دلمه ای به روش ترکیه یا. پس با ما همراه باشید، بده بریم. قبل از هر چیزی یه توضیح ویژه خدمتتون بدم. به اینا میگن کوشبرنو. ببین قبلا بهتون یه سری مارمالات نشون دادم که مامان مصطفی درست میکنه و خیلی ویتامین داره، با این کوشبرنوها درست میکنه. اینا، این میوه کوشبرنوه که هم چایشو در واقع تو ترکیه استفاده میکنن، هم مثلا به صورت خونگی مارمالاد درست میکنن ازش که خیلی ویتامین زیادی، سرشار از ویتامین سی هستش. گفتم حالا اینجا میوهش حی و حاضره به شما نشون بدم. حالا میوه که نمیدونم، گل میوه است. به هر حال باد ما رو با خودش نبرده بریم خونه. Merhaba arkadaşlar. Kızım yine Sivas'a geldi. Biz birlikte köy yemekleri videolar çekeceğiz. Tavuklarımıza, bahçemize gidip fasulyeler toplayacağız. Maydanoz, biber, köy videoları. Bizi izlemeye devam edin. Bale bale درسته. نیاز به جعفری هستش و جعفری تو خونه نداریم. بنابراین بنده دارم میرم جعفری جمع کنم. با من بیاین بریم با هم دیگه سر زمین جعفری جمع کنیم. به خدا چه باله، مثلا خواهد الان قضا درست کنه، بعد میریم سر زمین جعفری جمع میکنیم میاریم. خیلی حال میده. از این پشت بریم، بریم دیگه. ببین یه مقداری جعفری لازمه برای دولممون. بنابراین اینجا بسته است بچه ها.
از اون یکی در باید بریم. باید از این ور میرفتیم. از اون ورم راه داره ولی اون ور یه در داره. دره رو بستن. به خاطر همین بسته بود نمیتونستم دره رو باز کنم. حالا از این پشت حیات پشتی میریم به سمت باغچه محصولات. خیلی کیف میده. من که عاشق طبیعتم. زنبورا رو جعفری اینا به جعفری میگن مایدونس. ببین اونا جعفریه. اومدیم به جعفری ها رسیدیم بچه ها. دیگه فکر کنم بس باشه. خیلی هم فکر نمی کنم بخواد زیاد جعفری داخل اون بریزه. بچه ها اینقدر جعفری کندم فکر کنم کافی باشه. بریم بدیم به مامان اینا رو. آنه شوکادر مایدونز یه تر مه؟ چوک بله. تشکر ederim. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ben de biberlerimi oydum bu arada. Aha. یکیارم. بچه داخل فلفلا رو مامان خالی کرده داره میشوره که توشون ترتمیز باشه که بعدن مایه پر کنه. میبینی چقدر کوچیک کوچوک 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 یعنی گزر بله بله و اویناسون بله بله پرمام سوکو چکاریوسون. احا قیمالیسه کوچیک گزر اولور زیتونیالیسه بیوک گزر اولور. میگه که با گوشت وقتی درست میکنی کوچیکاش خوشمزه میشه، اگه بخوای با روغن زیتون درست کنی بزرگاش خوشمزه میشه. و من امروز میگه میخوام با گوشت چرخ کرده درست کنم. اللرینز سالسون. میگه الان بهتون اینا رو به ترتیب نشون میدم که داخلش چی کار میخواییم بکنیم چی بذاریم. میگه گوشت چرخ کرده، پیاز، سیر، بعد و گوجه فرنگی. پرنج، بلگور. آها. یه ذره برنج، یه مقدار بلغور. اینا رو حالا میخواد نشون بده که آها. اینا رب داره، کره محلی داره و جعفری داره. میگه لوازمی که داخلش استفاده میکنیم مواد اولیه‌مون اینه. بیبرلرمیزن altına şöyle 2 tane 3 tane delik açıyoruz. Dolduğu zaman alttan suyunu da alsın. میگه زیر فلفلا رو اینجوری چند تا اینجوری با چاقو در واقع سوراخ میکنیم که وقتی که میخواد بپزه هم مواد داخلش طعمش داخلش میشه هم نمیتره که. میگه اینجوری آبو از پایین میکشه داخل خودش و خوشمزه میشه. میگه ادویه هم داریم، نمک، فلفل پول بیبر و یه ذره زیره، فلفل سیاه و چیز فلفل قرمز. تمام. مامان داره همچنان اینا رو تهش رو سوراخ میکنه. توکلر دلمه چوک یاپیولر. Evet, dolma, sarma. Hı-hı. Türkiye'de çok yapılır. Evet, Türkler çok yapar. İranlılar da yapıyorlar ama Türkler daha fazla. Lahana sarması, yaprak sarması, pazı sarması. Mesela biz köyde kalıyoruz, doğada sarılan yapraklar var. Hı-hı. Doğada topladığımız dağlarda işte sarılan yapraklar var. İşte kimisi diyor hava yaprağı, kazan karası diyorlar. Onlar organik dağdan gidip toplayıp getirip
میگه که حالا علاوه بر اون چیزایی که ما دلمه درست میکنیم یه سری چیزا توی طبیعت اینجا مثلا تو کوه و اینا هست که ما اونا رو هم دلمه درست میکنیم و خیلی ارگانیکن. بعد میگه که حالا یه روز از اونا هم براتون درست میکنم. میگه از کوه جمع میکنیم. خیلی ترک ها علاقه زیادی به دلمه دارن، یعنی همه چی رو دلمه میکنن، کم مونده من هم دلمه کنن. شمده بو اولدو خب میگه اینا تموم شد، اوکی شد، حالا بریم مواد داخلش رو درست کنیم. تریه کنیروز. خب این چیز و گوشت رو اینجا باز کرد و توش داره کره میریزه. یه مقدارم روغن زیتون اصل در واقع میریزه. حقیقی زیتون یه بچه این صدایی که همکنین میشنوید در پس زمینه داره میاد صدای لباسشویی ماست. سالچمزدن ایدیو یه مقدارم روب ریخت توش. حالا ادویه ها رو داره توش میزنه. پول بیبر رو زد. سلمازه کرابیبر میگه که چیز فلفل سیاه توش خیلی باحال میشه. یه مقدارم کیمیون چیز میریزه، زیره میریزه، کلا خیلی کم ریخت. اینم که فلفل قرمزه. توز میبریم بیر توتم به اوندن کویوروز. اما توزو شون اما رفت نمک رو از اون نمک خوبه بیاره. این نمکی که بهتون گفتم اینجا دریاچه نمک توزو داره دیگه، که میریم از اونجا میگیریم، یه نمک کاملیه در واقع. این نمک یه نمک اصله و طعم خیلی خوبی داره. نمک هم بهش اضافه کرد و حالا روی این گوجه فرنگی رو رنده میکنه. پوستشان که انداخت دور. سالچمزو چوب کویمد براز دومتس تات برر تازه. میگه برای اینکه مزه بده روبو کم گذاشتم و روش گوجه فرنگی رنده کردم که طعم خیلی خوبی بهش بده. گوزل تب بریش. شمیده سوان برمزه کنیم. حالا بهش پیاز رو اضافه میکنیم. میگه شف نرگس ترلده. شف نرگس ترلده. میگه شف نرگس چیز شد، عرق کرد، از صبح داره کار میکنه بابا. هوا چوک سوجاک گرمی. اونو دیدیم سباه شیمدی کدر سن چالشیورسون زاتن. هوا ده زاتن چوک سوجاک گرمی. ایوه گرمی. هم میگه گرمی گرمی. گرمی. هوا گرمه. ایوه. فلاکت. بچه مامان مصطفی از مصطفی بیشتر فارسی از من یاد گرفته، باور کنین. دیدی مصطفی دن ده ها فازله سن فارس چه اورندین. ایوید ایوید عزیزم ایوید و دیدین عزیزم عزیزم ایوید ده دیو بله بله عزیزم بله آره نیده آره ده اولور آره عزیزم آره ایوید دیم آره ایکیسی اولور ایوید عزیزم ببین آره رم بلده آره عزیزم آره عزیزم آره Gelinim İran'da olunca birazcık öğreneyim gelinle. Gelinimle güzelce anlaşırım. Çok anlaşıyoruz da gerçi Türkçe'de de anlaşalım. میگه عروسم ایرانیه، یه ذره فارسی یاد بگیرم.
بیشتر بتونیم همدیگه رو بفهمیم. البته که ترکی میتونیم با همدیگه صحبت کنیم. ترکی gayet güzel öğrendi. Biz de birazcık oradan öğrenelim. یه ترکی خیلی خوب یاد گرفته ولی ما هم یه ذره فارسی یاد بگیریم که بیشتر بتونیم با همدیگه صحبت کنیم و توافق نظر کنیم. آره. اینم سی رو بهش اضافه کرد. تکرار دوباره پیازا رو اضافه میکنه. پیازی سوانی بول گوزل اولور. میگه که پیازش زیاد باشه خیلی خوب میشه، خوشمزه میشه. کلا پیاز غذا رو خوشمزه میکنه. ذاتن سوان çok güzel tat yemek gibi. Evet. Ama şimdi bunu mesela kavurmayacağız. Çiğden yoğuracağım hepsini. Aha. میگه من الان اینو نمیپزم یا تف نمیدم. همینجوری خام خام مواد رو داخل در واقع فلفل میذارم. سه تا پیاز گذاشت داخلش. 3 تانه. Evet, 3 تانه دادیم. ای. یک دو سه. سه. سه تا. نوبت جعفری هست. ایه. شمده بونلر سرایی تمیز توپلادم دیگه. اوید سرم میگه که تمیز اینا رو جمع کردی دیگه. گفتم آره، به خاطر اینکه توش آشغال جمع نکردم. مایدونوزلار رو نیوشا توپلاده گیدیب بحچه در ویدیوسی چکتیم زاد. دیدیم باک گیدیوروز بحچه ده ارگانیک شیلره توپلیوروز. مایدونوزلار نیوشا توپلاده. میگه جعفری ها رو نیوشا جمع کرده. گفتم ویدیوشو گرفتم. نیوشا جمع توپلاده. نیوشا جمع toplada olur cem kerdi cem kerdi cem kerdi evet Nişa Can cem kerdi Nişa Can cem kerdi Can evet cam, evet cam. Evet olur میگه Nişa Can cem kerdi evet are Farsça konuşuyor artık benim annem burada evet خب این مواد رو داخل در واقع این قاطی کرد و حالا همه رو با هم elim de yoğuracağım. آها. چینه سرگیمی کاتاجم. میگه با دستم هم میزنم، داخلشم عشق و محبتم رو میذارم. الان کلمیورم. و دستکشم استفاده نمیکنم الان. چینه سرگیمی ده کاتیورم. میگه عشقم و دوست داشتنم رو داخلش میذارم، داخل مواد. تشکر دریز. زاتن سن پوزیتیو انسان. پرنجیمیز بو کادر. میگه اینقدر برنج بهش اضافه میکنیم. اها. میگه یه آب میگیرم روشو مزه اطمینان. برنجم داخلش ریخ هم میزنیم. biraz da şimdi bulgur katacağım. میگه یه ذره هم الان بلغور بهش اضافه میکنم، خیلی کم. kıymalı olduğu için kıyması ve diğer malzemeleri daha ağırlıklı. میگه که چون که با گوشت و چرخ با گوشت و چون که با گوشت چرخ کرده درست کردم بقیه موادش کم باشه بهتره که مثلا گوشتی باشه غذا دیگه. یه ذره حالا میخواد بلغور بهش اضافه کنه. اینقدر بلغور ریخت توش هم میزنه. Evet, içimiz hazır. میگه مواد داخلمون دیگه حاضر الان. این شکلی. ببین، میبینی؟ گوزل کوکیور. بچه خامش انقدر بوی خوب میده، پختش چه بوی میده. دیدیم بونون چیزی. بو کدر کوکیور پیشک نه کدر کوکیور. داها گزل بوده. ایوید. داها گزل و مواد داخلمون دیگه حاضره. حاضر. شمده دولدر جزرد. میگه حالا مواد رو داخلش پر میکنیم دیگه. هنگی پنجره ده یپالم. میگه تو کدوم قابلمه درست کنم؟ نیفشه شون بکله.
من کمک های جانبی هم رفتم قابلمه رو از اون بالا آوردم، قد بلند دردسر دیگه. خب داخلش رو ببین چه شکلی پر میکنه ماما. Çok bastırmıyoruz. میگه چو زیاد فشار نمیدیم. پیشینچه بیل üstünden taşar. Çünkü میپزه بعد از داخلش میزنه بیرون. Evet. Şöyle biraz yerleştirerek. Mesela yarısı koyuyorsun ha? Böyle bak şey gevşek. Sarış hali başı. Sar hali başı bence. Böyle bastıra bastıra doldurmayacaksın. اصلا فشار ندین اش وقتی دارین درست میکنین. به این صورت ببین چه کوچولو خوشگله، خوشگله. Çok güzel bunlar. Onların üzerine şimdi bir tane de domates dilimleyip domates kapatacağım. Aha. فلفل پر میکنیم در حد تیم ملی. Bazılar eldivenle kaşıkla yapıyorlar ama gerek yok. Ben evet. Ya bazıya bak kaşık o dastkeşi oyna oyna anjam miden, vali men ne. Elin girdiği zaman sevgini katıyorsun. Miye vakti ki bu dastin o anjam midi, aşk o mehrabuni o muhabbet tu dahil gaza mizari. Fakat mesela vakti kudush bari mahadurus mukoye niyazi nist ki dar vaka dastkeş bepuşe be nazar mena. Çok güzel. Birer lokma da alıp alıp yiyeceğim. Mega her kudum ye lokmas. Küçük düne düne mindazin tu dane tu mire pay. Küçük olunca öyle. Çok iyi. Güzel. Zaten sen dün seçtin bunları. Evet. Küçükleri, iyileri. Evet. Mega ben diruz bozorga ro ber nedeştim. Bir sürü dolmemiz var. Ya aleme dolme darim, dolme. Buyurun buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin. Hadi bodoyun bodoyun. Beraber yiyelim. Mige bodoyun bodoyun bir yem baham dige bokhorim ino. Bodoyun. Wow. Wow wow. یه مامان همه فن حریف داریم اینجا ماشاءالله. همه کار پس همه کار برمیاد. یعنی اینجا من اومدم موندم برام بهشته واقعا، هرچند که اینجا طبیعتش بهشت بود ولی با وجود مامان بهشته بهشته دیورون برسه ذاتن جنت اما آنه وار داها جنت بردا سن ده وارسن کسیمون اخلاقه دا چوک گزه میگه دخترم هم اخلاقش خیلی خوبه چوک گزه چوک سویورم تشکر داری من ده تشکر دارم انه جم میگه اخلاق دخترم هم خیلی خوبه خیلی دوستش دارم زما یتشترن انهیه بابایه تشکر دارم میگه دخترم و بابت اینکه مامان باباش اینجوری بزرگ کردن خیلی ممنونم از باب از مادر پدرش اخلاقه کز یتشترمیشن چوک تشکر دارم من تشکر دارم میگه خیلی دختر با اخلاقی بزرگ تربیت کردن بزرگ کردن خیلی ممنونم ازشون سیز ای سنز بنا ای گوریورسونوز هر هپ سیز ای ای گوریورز kızım iyi olmasan sen nasıl iyi görelim İyisin ki iyi görüyoruz میگه خوب من میگم خوبی شما خودتو خوبی منو خوب میبینی میگه خب خوبی که خوب میبینیم دیگه اگه بد بودی که مثلا نمیتونستیم خوب ببینیمت وای دلمه همونو وای 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 بچه ها به همین ترتیب مامان اینا رو پر میکنه پنجرمز دولدو اوید چند تا دیگه هم مونده اونا رو هم پر کنه دیگه این قابلمه پر میشه بچه آشپزخونه رو بهتون نشون بدم نگاه کنی اون یخچال و اون میز و ببین اون پلا رو میبینین اون پلا میره بالا اونجا اتاقیه که من تو اون مستقرم بعد ببین اینا یه چیز باحال بهتون نشون بدم اینو میبینین این قهوه‌ایه این یه چیز باحالیه مامانینا درست کردن نمیدونم حالا به چه صورت بافتنیه فکر کنم درست کردن از دو طرف میبینی بعد توش پلاستیک و این چیزاشونو میذارن هر موقع میخوان از این تو برمیدارن خیلی چیز خوشگلیه به نظرم خیلی باحاله بچه خیلی باحاله اینا رو همین مثلا بولره بویل کویو بیشه اولماز ما ببین اینا رو مثلا دوماتس کاپاتاجم آها میگه که من فکر کردم اینجوری میذاره میگه الان شمده. درشونو با گوجه فرنگی میبندم شمده کاپاتاجم گورجکسین
Tamam, anladım. گفتم چجوری این دلمه اینجوری بس کج بذارن مثلا نمیریزه، یعنی از اونجایی که خیلی کاربلد نبودم بچه داشتم اشتباه میکردم. بچه تمام شد و فلفلا همه پر شد، حالا رفتیم یک عدد گوجه فرنگی آوردیم چون مامان گفت گوجه فرنگی بیار. حالا نمیدونم گوجه فرنگر میخواد چیکار کنه، در اینا رو چجوری ببنده، ببینیم که چی کار میکنه. باکز ناپیورانه میگه براشون دارم در درست میکنم، ببینیم چطوری در درست میکنه. حالا ببینیم یه دونه گوجه میچپونه سرش. بله چوکی. پس یه دونه گوجه، گوجه رو برش برش زد، بعد میذاره رو سر این فلفلا میشه درشون. حالا مثلا ایران خود اون فلفله رو درشون نگه میدارن، میذارن این روش، این گوجه میذارن. این هم یه مدله. حالا فلفلامون درش بسته شد بچه ها. چندکلر چکمیچک بایده میگه اینجوری دیگه درونش بیرون نمیریزه، داخلش بیرون نمیریزه. بیوکلره بیوک، کچکلره کچک کویوروز. میگه برای بزرگا یه ذره بزرگتر، برای کوچیکا گوجه فرنگی کوچیکتر میذارم که اندازه درش باشه. منظورش دیگه مثلا بو اولور. مثلا در این بزرگه، میگه بزرگ گذاشت. به همین ترتیب تمام این فلفلا رو بچه ها دردار میکنیم. یه عالمه است، یه عالمه. ما سه نفریم کلا. یه عالمه فلفل درست کرد مامان. دم آنه چوک یابده بیز اوچ کیشی زاته. اما چوک یوروز گلنرمیز دور. ها دوره دیور میگه که ولی خیلی خوب از این بقیه هم میان خونمو، یعنی مثلا این عمه و عمو و اینا هم خیلی میان اینجا، به خاطر همین به اونا هم میرسه اینا. میگه ما اصلا تک نمیشینیم سر سفره، اونا هم میان. میگه همش مهمون داریم. راست میگه، مهمان وار. اوه تو اولان بیورسون گلس. میگه قسمت هر کی بوده بفرماید بیاید، یه همین چیزی. قسمت اولانlar بیورسون گلسینlar. یمیمیز çok. میگه غذامون زیاده. قسمت هر کیه بیاد. حالا داره مامان اینا رو میذاره توی این قابلمه. ببینیم که به چه صورت میچینه اینا رو. من کنجکاو شدم ببینم در اینا رو رو به بیرون همه رو میذاره یا نه. ببینیم این کار میفته این اتفاق یا نه. فکر کنم بیفته قاعدتا. آره سکشتر آجام. اوه دراشونو میبینی رو به بیرون همه، وگرنه میریزه دیگه. با خودم گفتم نکنه این مامان زیادی خبره هست، مثلا اینا رو اونوری هم بذاره نمیریزه. نه بابا باید اینجوری صاف بذاری. نگه زلال ده چه گذر. اینم ادامه فلفلا رو داره میذاره. بابا کجم گذاشت دیدین؟ هیچی نمیشه پس. و تمام این مواد دلمه داخل دلمه ها رفت و آماده شد. میگه حالا این نصف دیگه گوجه فرنگی رو رنده میکنم میرزم روی این. به این صورت رنده کرد و میرزه روی این. بیراز توز کویجاز اچینه. میگه یکم هم نمک بهش میزنیم. نمک محبوبمون زد. ما کلا از این نمک استفاده میکنیم. بهتون گفتم که
حالا اینو هم میزنه مامان. سیجک سو برمیدارم. سیجک سو. آها میگه یه مقدارم آب گرم برمیدارم. اینم آب گرم. خب حالا اونو میاره میرزه روی این دلمه ها. میگه یه ذره دیگه هم باید آب بریزه چون نکی تو نه میگه با چشم میذارم. اما سوی بله چوک اشری بله بول اولمیجک دلمه سونوچتا کرو اولجک یعنی. میگه که من با چشم میذارم چون کلا خیلی این آبدار نباید باشه، در واقع بعد از اینکه دلمه میپزه آبش خشک باشه. میگه اینقدر دیگه درست کردیم و عادت کردیم با چشم. سوی üstten görebilirsin bak. میگه که این بالا میتونی آب حد آبشو ببینی. آب تا روش نمیاد. همین یه مقدار کمی آبه. تشکر داری. buyurun. afiyet olsun. size ellerin sağ olsun. Teşekkürler. Bizi takipte kalın lütfen. Ay ben sana yerim o lütfen lütfen. Çok değişik yemekler yapacağım size daha. میگه که براتون köy yemekleri. میگه غذاهای خیلی متفاوت براتون درست میکنم. با ما همچنان همراه باشید. غذاهای روستا و اینا براتون درست میکنم میگه. میگه که غذا رو گذاشتیم روی گاز. بچه‌ها من دارم بیسکویت میخورم. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. میگه بعد از اینکه جوشید زیرشو کم میکنیم. anne yine ne yapıyorsun? Şimdi yemeğimizin yanına cacık yapacağız. Aha. Bunlar bahçemizin salatalıkları. Oo ne güzel. Çok güzel. Bu da kendi yaptığım yoğurt, koyun yoğurdu. Wow, bu yoğurt evet. Çok güzel. Yam yam. Evet. Ve sen elin de çok lezzetli, çok güzel. Bu tatı ben anlatamıyorum insanlara ki. Dedim ya sevgi katıyorum. Doğru söylüyorsun. Seni çok seviyorum. اینم ماست و خیاری که مامان داره درست میکنه. جاجاق یا پیور. Evet. تشکر دریز. ارگانیک سالاتالیکلارمز و میگه کوین یوردمز. میگه با خیارای ارگانیکمون و ماست گوسفندیمون، به خاطر همین تازه این خیارا رو پوستشو نمیکنیم، خیلی تازه و خوبه. خلاصه که دیگه نگم براتون. خب این آبش جوشید همونطور که دارین میبینین. حالا درشو میذاریم همچنان و زیرشو کم میکنیم. آنه بن گیدیورم پورتلند توپلایم. گله گله کلای گلسی. تشکر داریم. من میرم این تمشکای جدیدی که قرمز شده رو بچینم. ببین آخه یه عالمه دیگه تمشک قرمز شده و بریم بچینیم. خیلی باحاله نه؟ تمشکای خوشگل، خوشگل مشکل، شما چقدر قشنگین آخه، تمشکای ناز خوشگل، دوباره تمش چینی داریم بچه ها، خیلی خوشگلن، یه عالمه تمشک سیاه شده دوباره و رسیده، اومدم جمع کنم زنبورا داشتن از اینا تغذیه میکردن نمیرفتن بذاره سخت بود فعلا که زنبوری ندیدم پروانه دارم میبینم پروانه سفید خوشگل بچه یه عالمه تمش جمع کردم این سخنرانی که الان میخوام بکنم و یه بار ویدیو گرفتم انقدر نور بیرون زیاد بود چهرم سیلویت شد سیاه شد به خاطر همین اومدم دوباره تو اتاق نشستم اینو ولاگ بگیرم چیزه تو این فاصله ای که مامان دلمه رو گذاشت بپزه ببین یه خواب عجیبی منو گرفت
اومدم اینجا یه پادکست گذاشتم و چشامو بستم، 50 دقیقه بود پادکسته. به این پادکسته گوش کردم و بعد از اینکه پادکست تموم شد، یعنی دقیقا بلافاصله بعد از اینکه تموم شد، مصطفی زنگ زد به مامانم تو فاصله گفت میخوای بیای مزه این دلمه رو ببینی چه جوری شده. من اونجوری آره آره رفتم یه دور دلمه هم خوردم و همچنان با مصطفی هم حرف میزدم و اونم اوکیه و همه چی رو به راه، فعلا دارن پیش میرن تا ببینیم که شرایطشون یعنی استیبل که بشه، تایید که بشه، در واقع سریال همچنان ادامه خواهد داشت، دیگه منم میتونم برم پیششون. نمیدونم بهتون گفتم یا نه مصطفی کجاست، بالاخره گفتم نگفتم؟ رفته کاپادوکیا، ارگوب رفته، همون جایی که حدوداً 2 ماه پیش ما برای تفریح رفته بودیم و ولاگاشو گرفتم براتون گذاشتم. خیلی اتفاقی، یعنی میدونستیم اون سریال اونجا کار میشه ولی نمیدونستیم که مصطفی قراره دوباره با این سریال همکاری کنه و همکاریشون اینجوری بود که خب دیگه اگر که با ما همکاری میکنی لطف کن دیگه استانبول نمون، دیگه تشریف بیار به شهری که ما سریالو کار میکنیم. به خاطر همین مصطفی رفت و معمولا وقتی که مثلا یه سریال دیگه ای رو توی شهر دیگه ای کار میکنن، 2 قسمت از سریال که بگذره ریتینگ سریال مشخص میشه و با توجه به اون مشخص میشه که این سریال ادامه پیدا میکنه یا نه، و دیگه مثلا تصمیم نهایی اینجوری گرفته میشه که دیگه اوکی ادامه پیدا میکنه. حالا ما منتظریم که ببینیم این اتفاق، یعنی بعد از 2 قسمته که پخش میشه ما 100% اوکی اوکی گرفتیم بعد من برم، یعنی یه جوری نشه که بیهوده من برم. البته سریالی نیست که نخواد بگیره، به خاطر اینکه 1 سال پیش 1 سیزن ازش پخش شده و این سیزن دومشه و سریال خیلی خوبیه، سریال کاراج دستانی میگن، یعنی داستان درخت سیاه، که سریال خیلی خوبیه، کانال TRT1 میذاره جمعه ها ساعت 8 شب و سریال با کیفیتیه نسبت به سریال های دیگهی که همش دوش نمیدم که به یکی خیانت میکنی، یکی دیگه بچه دار میشه، باباش یه جا دیگه در میاد و اینا، اون مدلی نیست، یه مقداری بهتره و صحبت چیز دیگه، خان و خانبازی و در واقع توی تاریخ قدیم داره این اتفاق میفته، فضایی که داره فضای خوشگلیه و به نظرم خب کیفیت مثلا قصهش، سناریوش خیلی بهتر از بقیه سریالای چرت و پرت دیگه. دوست داشتین نگاه کنین TRT1 جمعه ها ساعت 8 شب. اینم دلمه پخته شده ما، همونطور که میبینین اینم ماست و خیارمون. داخل دلمه رو بهتون نشون بدم که ببینید چه حال خوبی داره. بچه خیلی خوشمزه است، خیلی.